من از زمانی که یادم هست چیزی شبیه یک نورافکن همیشه دنبالم بود، چه روی صحنه چه روی پرده سینما چه در قاب تلویزیون. نورافکنی که هیچ وقت تصور نمی کردم به یک بار خاموش بشه. روزی که شاه از ایران رفت من در لس آنجلس بودم و زمانی که پرواز خمینی به زمین نشست من باز هم در لس آنجلس بودم. به دعوت مرحوم پوران در کاباره‌ای به نام کلبه شروع به کار کردم. حال روحی خراب، جسمی شاید حتی بدتر، تا جایی که نمیتونستم مثل سابق بخونم. در نتیجه به کمک دوستانم پاسپورتی رو که در گرو کابارداران بود پس گرفتم و از لس آنجلس فرار کردم. از فرودگاه مهرآباد به کمک مسعود فردمنش راهی خانه‌ای که برایم پس گرفت شدم. و این آغاز 21 سال سکوت اجباری من بود. انقلاب شده بود، تازه برگشته بودم ایران. یک آلبومی داشت تهیه میشد به وسیله علیرضا میبودی، تورج نگهبان. یه مجموعه بود از گفتار، ترانه، مسائل روز اجتماعی و سیاسی رو تو مجموعه گنجونده بودن. از منم خواستن که یه ترانه برای این مجموعه بخونم. تو موقعیتی نبودم که بتونم بخونم، ولی این شعر دستم بود. گفتم من میتونم این شعر رو بیام براتون دکلمه کنم. بنویسید، بنویسید روی سنگا، رو درختا، با شما قصه نویسا. بنویسید از همینجا. ناگزیر پذیرفتم و از گوگوش خودم خداحافظی کردم. خانه نشین و بی خبر از خطری که در پیش بود. The back of that ship, and we begin this evening in what is surely the world's most dangerous body of water, the Persian Gulf. These people here come here to fight. They just, I mean, they've left their families just to fight the Iraqis. How old is he? How old is this guy? Must be 14 or something. نگران آینده‌ای که مبهم‌تر از همیشه بود. و نگاه بی اختیار گوگوش به آن سوی آبها، نورافکنی که از دور سوسو می زد. من فکر گوگوش هم فکر این بیشن که بکن مثل قدیما که هوا دار صداتم. قسمت کنی تا
تنهاییمونو میونه سفره شب تو با من. خواننده اصلیش هم احتیاج به معرفی نداره، به افتخار خواننده اصلیش. تمام قصد ما اینی که هنرمون رو بتونیم شریک بشیم با مردم، چه نوازنده ایم، چه بازیگریم، چه هر کاری که میکنیم، دوست داریم که مردم ببینن، لذت ببرن. اگر نتونیم جلوی مردم این هنرمون رو نشون بدیم، یه احساس خفگی به نظرم دست میده به هنرمند و اصلا نمیتونم تجسم کنم که چجوری خانم گوگوش ایران بعد از اینکه به این اوج موفقیت رسیدن و بعد اون صداشون ازشون گرفته شد. روزمرگی هنرمند رو از بین میبره، دردی که من دچار شدم. تا یک روز یک اتفاق، یک بشقاب کمی انگیزه داد. میشنیدم میگفتن که ماهواره اومده و میتونی همه برنامه ها رو از همه کشورها ببینی با یک بشقاب که رو پشت بوم میذاری. گفتم امکان نداره، اصلا محاله. خودت دیدی؟ از هر کی میپرسیدم خودت دیدی، میگفت نه، ولی پسرخاله من دیده، دخترخالم یه دونه از اینا داره، از این بشقابا. تا خلاصه این بشقاب اومد رو پشت بوم خانه‌ای که توش بودم، کسی که اومده بود بشقاب وصل کنه. خب این وسایل امروز رو نداشتن که مثلا یه مانیتور داشته باشه و چک بکنه. آینه میذاشت تلویزیون رو با آینه بالا، یکی هم از پایین میگفت اومد نه رفت. منم یه چیزی مثل یا برفک میدیدم یا آبی بود همه چی. یه چیزی نزدیک 2 ساعت و نیم 3 ساعت پای این تلویزیون با چادر نشستم، برای اینکه نمیخواستم این کسی که نیش وصل میکنه مثلا متوجه بشه، بفهمه که اینجا کی ساکنه. چشم از تلویزیون بر نمیداشتم. این اتفاق برای من یک بارم تو بچگی افتاد، عروسی شاه و فرح دیبا. Upon the marble palace in Tehran focused the eyes of the world. که من تمام عروسی رو تو برفک دیدم، یعنی فقط برفک می دیدم و صدا می شنیدم. که ماهوارم برای من همون اتفاق افتاد، یعنی همون خاطره رو تجدید کرد. The Iranian Larry King, Ali Reza Mehbedi, was on NITV that day taking live calls. Somebody called and says, I'm calling from Isfahan. Mehbedi didn't believe him. Startled, Mehbedi picked up an apple and asked the caller what he saw on his screen. And he says, apple. And he had a pen and said, what is this? And he said, pen. The engineer's mistake had put NITV into Iran. یعنی واقعا انگار یک اتفاق تازه تو زندگیم برام میافتاد. فکر میکنم همه همین حالو داشتن. هممون زار میزدیم از ذوق، از شوق، اینکه یک بند نافی وصل شده. تابستان 2000 و نورافکنی که
بعد از 21 سال روشن شد. متشکرم از همه تو میتونم. به نام ایران و ایرانی، سلامی چو بوی خوش آشنایی. چند سال پیش من در یکی از این فروشگاه‌های بزرگ واشنگتن رفتم، در یه مغازه یه چیزی می‌خواستم بخرم. فروشنده است یه جوون آمریکای جنوبی بود در حدود 30 سال. بعد من چیزی نخریدم و آمدم بیرون. از مغازه که آمدم بیرون، در همون جلوی مغازه چند تا هموطن بودن، یه خانواده که منو شناختن و مچ و بوسه و بغل و عکس و اینا. بعد این جوون آمد گفتش که Are you famous؟ تو مشهوری؟ گفتم برای بعضی‌ها بله. گفتش که از کجا میای؟ Where are you from؟ گفتم از ایران. گفت Are you Googoosh؟ و فوق‌العاده است این که ببینید Googoosh، خب همه میدونن که در خیلی جاهای دنیا معروفه، به خصوص در خاورمیانه، به خصوص در ممالکی که فارسی زبونن. ولی یه جوون آمریکای جنوبی همچی چیزی بگه، خودش باعث خوشحالیه که حتی با تمام این بدبختی ها که به سر Googoosh و هنر ایران آمد، Googoosh یه جوری به هر صورت شناخته شده است. خسته تر از مسافر و زخمی تقدیر خودم، من با شناختن تو بود آدم بهتری شدم. من توی این همه یه هجوم بی حد و حساب، من مثل فهمیدنش یا مثل مستی شراب،